با درود فصل های زندگی فصل پاییز آغاز شد فصل رنگارنگی برگ های درختان ما در طول تاریخ در طول عمرمون فصل های بسیاری رو دیده و تجربه کردیم که شاید در طول قرن ها و هزاره ها این همه فصل ها و اتفاقات گوناگون در زندگی هیچ یک از گذشتگان تاریخ ما وجود نداشته باشه به راستی ما انسان های استثنایی در تاریخ بشریت هستیم که شاهد این همه تغییر و تحول در همه جهان بوده فصل دانش و تکنولوژی فصل تغییر و تحول اجتماعی فصل تغییر معیارهای سیاسی و عقیدتی فصل فرو ریختن باورهای بنیادین و تغییر افکار برای من از همان زمان کودکی چراهای بسیاری در ذهنم پدیدار میشد که در اون زمان جوابی براشون نداشتم از جمله چرا ما باید از سیاست و از مذهب بترسیم چرا بعضی از آداب و رسوم ما ناخوشاینده چرا بعضی از اخلاقیات عرفی و دینی که با اصول انسانی هماهنگی نداره رو نمیشه تغییر داد چرا یک سری از کارهای غیر ضروری که انجام میدیم و اصلا سود و نیازی هم به انجامشون نیست متوقف نمی کنیم؟ اما سرانجام جواب بسیاری از چراهایی رو که جوابی برایشون نداشتم به مرور زمان و هنگامی که به سن عقل و منطق رسیدم یافتم در یافتم که وجود بسیاری از مشکلات جهانی فقط به خاطر حفظ منافع بخش کوچکی از جاه طلبان جامعه است در یافتم کسانی که تشنه قدرت هستند برای به دست آوردن اون از انجام هیچ کاری دریغ نمی دریافتم که در اثر گذشت زمان درک و بینش انسان ها هم میشه متعالی بشه. دریافتم که میشه باورهای غلط رو کنار گذاشت و روش های والای انسانی دیگری رو تجربه کرد و پذیرفت. بیشک با آمدن انقلاب جمهوری اسلامی ایرانیان وارد مراحل فکری فکری گوناگون و آگاهی بیشتری در همه زمینه ها از جمله سیاست، دین، ایمان، اقتصاد و جهان بینی شدند که در طول تاریخ هرگز تا به این اندازه و حجم وجود نداشته. بزرگترین مهاجرت ایرانیان در طول تاریخ در عرض همین چهل سال گذشته بوده. اون هم نه به یک نقطه از جهان مثل گروه پارتیان که به هند رفتن بلکه به همه کشورهای جهان مهاجرت کردند. ایرانیان مهاجر با هوش ذاتی و قومیتی خود در اکثر نقاطی که ساکن هستند در زمینه های مختلف به موفقیت های شایانی دست پیدا کردند و روز به روز هم این پیروزی ها بیشتر و بیشتر میشه با روندی که جهان داره پیش میره دیر یا زود شاهد فصل های دیگر در زندگی خودمون و در سرنوشت ایران و جهان خواهیم بود اما در این میان بعضی ها شوربختانه متاسفانه ظرفیت تغییر و تحول رو در خودشون نمی بینن و جرأت برداشتن قدم بعدی رو هم ندارن اونا به باورهایی که می دونن است همچنان آویزونن فقط به این امید که شاید پس از مرگ دنیای دیگه هم باشه که اونا و عزیزانشون رو در یک جا و در کنار هم جمع کنه من پاپ فرانسیس رهبر بزرگ کاتولیک های جهان رو که بیش از یک میلیارد و 200 میلیون نفر پیرو داره رو تحسین میکنم او چند سال پیش شجاعانه گفت بهشت به و جهنمی وجود نداره و داستان آدم و هوا ساختگیه اما بعضی ها میخوان کاتولیکتر از پاپ باشن و باور کنن او که برگزیده دنیای مسیحیت اشتباه میکنه متاسفانه بسیاری از اندیشمندان و متفکران گذشته و حال به خاطر جونشون از مذهبیون ترس و وحشت بسیاری دارند و اونجوری که باید شاید افکار و منطق خودشون رو درباره آفرینش و ادیان بیان نمی کنن. باز متاسفانه کسانی هستند که خودشون رو در اختیار رهبران مذهبی میذارن فقط به این امید که به اونا اطمینان بده که پس از مرگ به بهشت وارد خواهند شد این ده کسانی ای هستند که به خاطر امیدهای واهی حاضرند حتی خون انسانهای بیگناهی رو که اعتقادات دیگه ای دارند بریزند و از این بابت احساس هیچ گناهی هم نکنند درست به همان گونه که یکی از بزرگان دین گفته بود ما پدران اموها و اموزادگان خود را کشتیم و از این بابت ناراحت هم نبودیم چون ایمان ما را قوی تر می کرد. آیا چنین اعتقادی به این اصل و زمانه تعلق داره و یا به همون 1400 سال پیش؟ امیدوارم که دانش و بینش در انسانها بیشتر بشه و آگاهی سراسر دنیا رو فرا بگیره. امیدوارم که شما بینندگان گرامی هم در زندگیتون دارای فصلهای زیبایی بشین تا از اونا لذت ببرین. فست های امید، عشق و دوستی و انسانیت بیاییم برای صفای دل خودمون فصل دوستی و مهربانی رو در همه زمان ها داشته باشیم و اگر روزگار چیزهای با ارزشی رو از ما گرفت ولی در عوض ما میتونیم عشق و مهربانی رو به یکدیگه هدیه بدیم و در قلبمان جایی برای این کار باز کنیم که کسی هرگز نتونه اونا رو از ما بگیره پاینده و پویا باشید